بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى می فرماید آیا آنها خود را از مکر الله در امان می دانند در حالی که جز زیانکاران خود را از مکر الله ایمین نمی دانند این یک باب را در بر می گیرد امن از مکر الله و ناامید شدن از رحمت الله را و این دو با هم مخالفند خواسته است که راهروی به سوی الله بین ترس و امید جمع نماید و از آیات استفاده می شود یکم اینکه از نعمت هایی که الله تعالی برای بنده قرار می دهد حذر کردن تا استدراج نباشد دوم از مکر الله تعالی ایمین بودن حرام است دلیل دیگر الله سبحانه و تعالی فرمود جز گمراهان که از رحمت پروردگارش ناامید می شود معنایش این که از رحمت الله تعالی ناامید نمی شود مگر کسی که هدایت نیافته ره گم کرده ای که نمی داند برای الله چی واجب می باشد به وجودی که الله سبحانه و تعالی به زودی حال را تغییر می دهد و ناامید شدن درست نیست زیرا به الله گمان بد کردن است زیرا یکم تنه در قدرت الله تعالی است کسی داند که الله بر همه چیز قادر است چیزی را بر او دور نمی شمارد دوم اینکه تنه در رحمت اوست زیرا کسی داند که الله رحیم است رحمت کردن الله او را دور نمی شمارد دلیل دیگر از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم را از گناهان کبیره پرسیده شد پس فرمودند شرک آوردن به الله و از رحمت الله ناامید شدن و از مکر الله ایمن بودن است و از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که فرمود بزرگترین گناه کبیره عبارت است از این که به الله شریک آوردن از مکر الله ایمین بودن و از رحمت الله ناامید شدن است حدیث با روایت امام عبدالرزاق در حدیث آمد که شرک به الله یعنی مراد به آن شرک اکبر و اصغر است و شرک اصغر بزرگترین گناهان کبیره است و فرمود و از مکر الله ایمین شدن یعنی به اینکه الله سبحانه و تعالی را عصیان کند و بالا بردن وی به نعمت ها و فرمود و از رحمت الله ناامید شدن یعنی رحمت الله و حاصل شدن مطلوب را دور شمارد و فرمودن که و از عدالت الله ناامید شدن یعنی رفتن چیز ناخوش را دور حسابد خلاصه این است که راه رونده به سوی الله را دو چیز پیش می آید که او را از رسیدن به پروردگارش باز می دارند و آن دو از مکر الله ایمن شدن و از رحمتش ناامید شدن است ارگاه بروی ضرر رسد یا چیزی محبوبش را از دست دهد اگر پروردگارش او را درک نکند ناامیدی بروی غالب می آید و کشایش را دور می شمارد و برای اسباب کشایش سعی نمی کند و اما ایمن شدن از مکر الله پس انسان را می یابیم که به وجود فراوان بودن نعمت ها بر معصیت ها ادامه می دهد و گمان می کند که او در حق است پس در باطل ادامه می دهد پس شک نیست که این استدراج است مسئله های این موضوع یکم تفسیر آیت سوره اعراف آیا آنها خود را از مکر الله بر امان می دانند؟ دوم تفسیر آیت سوره هجر جز گمراهان که از راه پروردگارش ناامید می شود سوم وعده عذاب سخت برای کسی که از مکر الله ایمین باشد زیرا آن از جمله گناهان کبیره است چهارم وعده عذاب سخت برای کسی که از رحمت الله ناامید باشد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته